هنرمندان مستقل و منتقد همیشه تحت سرکوب جمهوری اسلامی بودند، اما از زمان آغاز خیزش مهسا این سرکوب و سانسور شدت بیشتری پیدا کرده و در این گزارش هم نوشته شده که هنرمندان از اولین گروه هایی بودند که سرکوب شدند. چرا؟ اصولا در جمهوری اسلامی چیزی به نام هنر به اون معنی هیچ وقت وجود نداشته. هنر از نظر اونها همون تعریفی که به قول خودشون امام خمینی داده بود، هنر عبارت است از دمیدن روح تعهد در انسانها. این در واقع برداشتی بود که از هنر داشتن. در تمام این سالها سعی در سرکوب و ارعاب هنرمندان داشتن، منتها شکل این سرکوب‌ها در گذشته یه قدری با تعارف و در واقع احتیاط همراه بود. منتها چندین سال هستش که حاکمیت به طور کلی تعارف رو با همه و از جمله هنرمندان کاملا کنار گذاشته و الان دیگه به شکل خیلی مستقیم دخالت میکنن. علتش این هستش که به هر حال هر چیزی با زبان هنر دلنشین تر هست، فهمش شیرین تر هست و قطعا هنرمندان تأثیر دارن. منتها الان در شرایطی هستیم که سالهاست کاملا به شکل خیلی بیپردهی دست انجام این کار میزنن. خانم معیری، در این بیانیه نوشته شده که هنرمندان میتونن نقشی حیاتی داشته باشن در بازتاب صدای اعتراض مردم و جلب توجه جامعه جهانی به موارد نقض حقوق بشر در ایران. برای ما بگین کمی درباره این نقش، یا شاید بهتر باشه بگیم مسئولیت هنرمندان در این زمینه. بله، ببینیم وقتی که در واقع به شکل هنر این اعتراضات مطرح میشه، یک جامعه هنری رو با خودش همراه میکنه که در واقع ترس جمهوری اسلامی از همراه شدن این جامعه جهانی هستش. در بسیاری از موارد در بازجویی‌های خود من، جاهایی که جامعه جهانی از من دفاع کرده بود، این رو مطرح می‌کردن و می‌گفتن که چرا مثلا اونها دارن این کار رو می‌کنن. برخلاف اون چیزی که ادعا می‌کنن که اصلا براشون اهمیتی نداره، بسیار زیاد این همراهی جهانی مهمه و در واقع میترسونه حاکمیت رو و همین شاید یکی از عواملی هستش که خیلی دلشون میخواد که سکوت بکنند هنرمندان. اتفاقا میخواستم در همین مورد ازتون بپرسم. خانم معیری، شما عکاس خبری مشهوری هستین، عکس های شما از اعتراضات سالهای اخیر در ایران بازتاب جهانی پیدا کرد، ولی خب تحت سرکوب قرار گرفتین، باتون برخوردهای امنیتی و قضایی شد، بازداشت شدین. برامون کمی بگین از تجربه‌ای که خودتون دارین از این سرکوب. ببینید، من که همواره، یعنی نه در سالهای اخیر، من نزدیک 20 و چند سال توسط نهادهای مختلف امنیتی، نهادهای مختلف نه فقط اطلاعات سپاه، مورد بازجویی قرار می گرفتم و در تمام مدت باید جواب همین سوال رو می دادم که چرا کاری کردم که بازتاب جهانی پیدا کرده. همونطوری که گفتم چند دقیقه قبل، این همراه شدن جهانی به دلیل اینکه هنر یک شاید زبان جهانی هستش و همه هنرمندان در جهان با هم یک اتحاد در واقع روحی و فکری دارن، این باعث اینها رو خیلی میترسونه. یعنی فکر میکنن که در واقع شما در یک چرخه جهانی قرار گرفتید و اون چیزیه که جمهوری اسلامی و عواملش از اون خارج هستن. برای همین این حلقه اتحاد جهانی بسیار زیاد اونها رو میترسونه. من رو در زمانی که من بازداشت بودم، برای من وقتی که میگفتن که چه کسانی حمایت کردن، به من میگفتن که خب ولی البته اصلا این بیانیه ها و حمایت ها مهم نیست، ولی همین که مطرح میکردن نشون میده که بسیار زیاد این حمایت ها و بیانیه ها مهمه در سرنوشت هنرمندان زندانی. خانم معیری، بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، هنرمندان مستقل زیادی در آثار هنریشون اعتراض زنان و سرکوب خیزش مهسا رو بازتاب دادن. حالا به جز عکس های شما و سایر عکاس های خبری که منتشر شد و توجه جامعه جهانی رو جلب کرد، میتونیم به آثاری مثل موسیقی، نقاشی و سایر آثار هنری اشاره کنیم. به نظرتون اینها چه اهمیتی دارن و چه تاثیرگذاری میتونن داشته باشن بر افکار عمومی؟ بسیار زیاد. حتی یه بچه
15-16 ساله یه دختر کوچیک که توی اینستاگرام میرقصه، تن و بدن اینها رو به لرزه در میاره و خیلی زیاد مهمه. هنرمندانی که در اشل جهانی کار میکنن که تکلیفشون روشن هست و در واقع باعث میشن که هرچه بیشتر صدای مردم ایران برسه، ولی ما برای مبارزه با یک حکومت توتالیتر تا دندان مسلح آدمکش هیچ ابزاری نداریم جز رسانه و هنر. برای همین هر بچه، دختر بچه 15-16 ساله‌ای که داره میرقصه توی اینستاگرام داره مبارزه میکنه با یکی از بزرگترین حکومت‌های توتالیتر جهان. اما خانم معیری، در همین شرایط می‌بینیم هنرمندانی که در خدمت پروپاگاندای حکومت جمهوری اسلامی هستند از آزادی برخوردارن. کمی برامون میگین از این دوگانه‌ای که وجود داره؟ خیلی زیاد. تمام عمر سعی کردن که سعی میکنن که همه رو وارد این بازی بکنن و مهمترین حربشون هم مسائل مالی هست و کارم میکنه متاسفانه، به خاطر اینکه مردم زندگی دارن و پول ندارن و از این طریق تطمیع میکنن چون پول دستشونه و میتونن از هر چیزی که میخوان در واقع حمایت بکنن. منتها بدبختیشونه که اینه که این دفعه افتادن گیر نسلی که کوتاه نمیاد و نسلی که دیگه مثل نسلهای گذشته در مقابل خیلی از این حرکتها باج نمیده. این خیلی با ارزشه و مهم نیست که چه کسانی جزء پروپاگاندا هستن، که متاسفانه تعدادشون هم کم نیست، اندک کسانی که مستقل هستن و دارن صدای مردم رو به بیرون میرسونن. امیدوارم که به در واقع راهی که به آزادی منجر خواهد شد کمک کنن و موثر باشن. تشکر میکنم از شما یلدا معیری، عکاس خبری که از پاریس پایتخت فرانسه مهمان ما بودید.